و هر انسانی اگر سیرت بلد باشد نیازی به این که کسی سیرت را برای او تحلیل کند ندارد، چون اینا همه چیزهای منطقی و فهمیده شده هست که دوران شهوترانی هر انسانی بین 18 تا حالا نهایتاً 40-45، حالا بگیم دیگه 50، بیشتر که نیست. کسی تو سن 55 سالگی 60 سالگی که دنبال هوا و هوس نمیره. کدوم آدم عاقل هست که بپذیره یک انسان هوسی و شهوانی پیشنهاد ازدواج با بهترین دختران و زیباترین دختران به او بکنند اما حاضر نشه بپذیره و اون رو رد کنه؟ این یک بحث عقلی است. هر انسان عاقلی میتواند، منتها گفتم لازمش این است که ما سیرت را بلد باشیم. تو همین موضوع بدونیم که پیامبر در چه سنی ازدواج کرده، با چه کسی ازدواج کرده، به چه هدفی ازدواج کرده، اون همسر اولش چه شخصیتی داشته. تا زمانی که خدیجه زنده بوده پیامبر ازدواج نکرده و ازدواجهای بعدیش در چه سنی بوده، با چه اشخاصی بوده، در چه سنی بودند و پیشنهادهایی که به پیامبر شده چیها بوده. این شک و شبهی که شاید دشمنان در دل ما ایجاد بکنند، در دل جوانان ایجاد بکنند، خیلی زود از بین میره. بر همین اساس توصیه میکنم بچه هاتون رو سیرت پیامبر یاد بدید تا بتونند از عقاید خودشون، تا بتونند از افکار خودشون، تا بتونند از دین خودشون دفاع کنند. و نکته دیگر در اهمیت این قضیه، واقع بینی نسبت به دین در نفس انسان. یه وقت ما مدعی هستیم، ادعای دین داریم، مسلمانیم، اما در دلمون گاگاهی شک و شبه های ایجاد میشه. واقعا اون چه معتقدیم درسته؟ یه پسر نوجوان گفت که پدرم همیشه منو نصیحت میکنه که دیندار باش، از خدا بترس، از آتش جهنم بترس، کاری کن که رحمت خدا شامل حالت بشه، خدا ازت راضی باشه. این بعد از این دنیا اونجا اگر بد بکنی گرفتار میشی. گفت مدت ها پدرم میگفت، یه دفعه راستش من فکر افتادم با اون گفتم که بابا حالا ببخشید من که احترامت میکنم گوی جوابت نمیدم، ولی اینایی که میگی واقعیت داره؟ راسته؟ گفت پدرم گفت آره راسته. گفتم حالا برام ثابت کن. این که هرچی تو گفتی که قطعیت نداره، دلیل نیست، درسته پدری، ولی قرار نیست هرچی گفتی درست باشه، شاید درست نباشه. حالا من اینجا خودمو گرفتار بکنم، جوونی ما بذارم، هوا هوس ما بذارم، با جوونا نجوشم، عیاشی ما کنار بذارم، لذت ما کنار بذارم، بعدم ببینم که همه چی الکی بود که نشد. طبیعتا وقتی انسان دین را خوب بلد نیست شاید این شبه ها کار دستش بده. بر همین اساس شاید فراوون دیدید جهش هایی در اشخاصی صورت میگیره. یک جوانی که تا دیروز رو به مسجد نمی کرده، از جلوی مسجد هم رد نمی شده، یه دفعه میاد به طرف مسجد، ریشی میذاره و لباسی و ادعاهایی داره، مدتی هم میگذره، یه دفعه میبینید همه چی چرخید، دوباره شد همون لات اولی.
برای اینکه اعتقادش بر اساس علم نیست، بر اساس آگاهی نیست. و الان دنیا متفاوت نسبت به گذشته، خیلی فرق ها کرده. و ما اگر بر اساس علم به یقین نرسیم، طبیعتاً دچار مشکل خواهیم شد. وقتی دین را میخونید، زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را دارید ورق میزنید، به این اصل میرسید، به واقعیت دین میرسید، با سیرت همراه میشید. همه اون شبهاتی که به دل شما راه پیدا میکند، جوابش از طرف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحابش میبینید، میشنوید. و این بسیار مهمه. و نکته دیگر در اهمیت یادگیری سیرت اینه که فهم قرآن بدون سیرت ممکن نیست. تا این مطمئن باشید. بسیاری از دوستان پیشنهاد میدند، میگن که کلاس تفسیر برای ما بذارید و ما میخواییم قرآن را با قرآن بفهمیم فقط. ما میگه این ممکن نیست، خیلی سخت، خیلی سخت. چون اصلا خداوند تبارک و تعالی اینطوری قرار داده که قرآن کم کم بر دل و قلب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به مناسبت ها نازل بشه و بهترین روش برای درک آیات قرآن اسباب نزولشه. شما وقت اسباب نزول رو میخونید که این آیه کی نازل شد و در چه مناسبتی و به چه سببی نازل شد، قدرت درک قرآنتون بالا میره، فهم آیات براتون ساده تر میشه. و طبیعتا فهم اسباب نزول آیات بدون خوندن سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و آگاهی از اون باز ممکن نیست. و لازم هست که حتما این کار رو ما انجام بدیم. و به شکل دیگر همین قضیه رو مطرح کنم و دیگه زیاد مزاحمتون نشم. این ساعت نشده؟ شده؟ جناب آقای حمودی رو با خودم آوردم چون این دیگه تعارف نداره این بزرگوار. همه بر این اعتقادند و ما هم بر این اعتقادیم که سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یک تفاوت اساسی با زندگی نامه دیگران داره. حالا این دیگران از انسانهای عادی و معمولی گرفته تا سیاستمداران، تا پادشاهان، تا ملوک و غیره، یک تفاوت اساسی داره و اون این که ما تاریخ زندگی هر کسی را که میخونیم، میخونیم که به یک نکته اش توجه کنیم. چون سیاستمداره، سیاست ازش یاد بگیریم. چون حاکم بوده، از روش حکومتش موفقیت ها و شکست هایش عبرت بگیریم. چون دانشمند بوده، چگونگی پیشرفت علمیش را به عنوان یک تجربه بگیریم. اما نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مجموعه ای از کلیه چیزهایی که انسان باید از تاریخ و بیوگرافی انسانها عبرت بگیره و براش تجربه بشه، از همه اونها انسان بهره‌مند میشه. و بر همین اساس میگند اثر کلی در مجتمع داره. حالا این مجتمع انسانی همه اش برای انسانهای معمولی قدوه حسنه است. در چگونگی زندگی کردن،
در چگونگی برخورد کردن با فرزند، چگونگی برخورد کردن با همسر، چگونگی برخورد کردن با همسایه، با همکار، با اهل علم، با انسانهایی که سطح فکریشون ضعیف هست، با اونایی که دیوانند، با همه نوع برخورد در سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انسان آموزش میبینه. در مسائل اقتصادی خونه، هر خانواده قاعده هزینه و اقتصاد خونه خاص خودشا داره، اما خانه شخص مسلمان بر اساس اقتصاد بنا گذاشته شده سفارشات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم صورت میگیره، تا جایی که انسان در اوج رفاه هم که باشه به خودش حق اسراف نمیده. چرا؟ چون خدا اجازه نداده. به زبان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، نحوه تربیت فرزند، نوع رابطه انسان با پدر، مادر، حقوقی که بین انسانها در نزدیکترین انسانها نسبت به هم دیگر و دورترینشان وجود داره. اگر شدیم یک دایی، یک مبلغ، که هر کسی باید باشه، هر کسی باید باشه. در حجة الوداع، در آخرین سخنرانی جامع نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای انبوه ترین جامعه مسلمان در سال آخر حیات اون حضرت، یک پیام و یک فرمان کلی داره و اون این که لیبلغ شاهد منکم الغائب، هر کس از شماها که کلام من را شنید، پیام من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شنید، موظف است به اونهایی که نشید نشنیدند بهشون نرسیده برساند. و بر این اساس تک تک ما در حد توانمون و علممون موظف به رساندن دین و کلام خدا و رسولش به دیگران هستیم. پس هر کدوم از ما دایی هستیم و مبلغ، و هر مبلغی اگر منهای سیاست نبی اکرم و روش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در تبلیغ و دین عمل بکنه، قطعا موفق نخواهد شد. و اگر میخواهد موفق باشد، باید الگو بگیرد از